رومیان فصل 15 ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی اشخاص ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی و آسایش خود نباشیم بلکه به خاطر خیریت و تقویت همسایگان خود در فکر راحتی و آسایش آنها باشیم زیرا مسیح نیز در فکر راحتی و آسایش خود نبود چنان که نوشته شده است ملامت‌های آنان که به تو اعانت می‌کردند به من رسید زیرا هر چی در گذشته نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله صبر و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید پس همان طور که مسیح شما را پذیرفته است شما نیز یک دیگر را برای جلال خدا بپذیرید مقصد این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده‌هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تکمیل کند و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملت‌های دنیا خدا را برای رحمت او تمجید نمایند چنان که نوشته شده است از این جهت تو را در میان مردم ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد و در جای دیگر نوشته شده است ای ملت ها با قوم او خوشی کنید و باز در جای دیگر نوشته شده است ای تمامی ملت ها خداوند را سپاس خوانید و ای تمام قوم ها او را حمد گوید و اشیا نیز می گوید ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت ها می آید و امید ملت ها بر او خواهد بود خدا که سرچشمه امید است شما را به وسیله ایمانتان چنان با خوشی و سلامتی کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود ای برادران خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که پر از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یک دیگر هستید اما در این رساله پاره‌ای از مطالب را با کمال جرأت به شما یادآور شدم من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم این طور به شما نوشتم در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه به خدا تقدیم نمایم هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس قبول او خواهد شد پس می توانم از کارهایی که برای خدا در مسیح عیسی انجام دادم افتخار نمایم زیرا من جرأت نمی کنم در باره چیزی جز آن چی مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم سخن من فقط در باره این است که او چگونه مردم غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی نشانی ها و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا ایلیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم مبادا بر تهدابی که
کسی دیگر نهاده آباد کنم، چنان که نوشته شده است. کسانی که درباره او چیزی نشنیدند او را خواهند دید و آنانی که از او بی‌خبرند خواهند فهمید. همین موضوع بارها مانعی آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این ناحیه تمام شده و همچنین سالها علاقه ملاقات با شما را داشتم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم، در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به ایمانداران مقدس مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغ به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان شریک شدند وظیفه دارند یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این خدمت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر را از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوان از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید، یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول ایمانداران اورشلیم واقع شود و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامی و سلامتی است با همه شما باد.